از دیرباز شنبه ها روی کانال یوتیوب هما سرشار. حرف عنوان برنامه است از همکار گرامی من خانم هما سرشار که پخش این برنامه از هفته گذشته آغاز شد و روزهای چهارشنبه هر هفته در این برنامه آن را خواهید دید. در برنامه امروز گزارشی را که خانم هما سرشار از اقدامات سازمان عفو بین‌المللی تهیه کردند ملاحظه خواهید کرد. از شما دعوت میکنم به مشروع این گزارش در برنامه رادیو امید ایران که امشب پخش میشود توجه فرمایید. در مقابل سازمان هیلل ایرانیان وابسته به دانشگاه UCLA هستیم و امروز خانم جین فریدبرگ مدیر سازمان عفو بین‌المللی شعبه غرب امریکا در این سازمان سخنرانی جالبی ایراد میکنن در رابطه با اسیران سیاسی در ایران و همینطور فلسطینی های مقیم سرزمین های اشغالی و پرده این سخنرانی به نظر جالب میاد که بخش هایی از سخنرانیشون رو و همینطور مصاحبه که باشون خواهیم داشت به نظرتون میرسیم. توجه کنید. We take on three very specific things. We work for the release of prisoners of conscience. That is, people who have been imprisoned for the non-violent expression of their beliefs. We work for the right to fair and speedy trials for political prisoners. And we work in all cases for an end to torture and executions. Mrs. Friedberg, thank you very much. از سخنرانی جالب شما سپاسگزارم. همینطور از توجه و نگرانیتون نسبت به ایران. همه ما این را قدر می‌دانیم. من چند سوال درباره آنچه گفته اید دارم. شاید سوالاتی که تاکنون بی جواب ماندن. اول شما در مورد وسایل ارتباط جمعی جهانی صحبت کردید و نیرویی که آنها در مورد افشا کردن موارد نقض حقوق بشر در سراسر جهان دارند. به نظر شما چرا وسایل ارتباط جمعی جهانی در این سالها در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران سکوت کردند؟ فکر میکنم دو دلیل وجود داشته باشد. اول اینکه گرفتن و خارج کردن اطلاعات بسیار مشکل است. آگاهی هایی که به دست ما میرسد در بسیاری موارد از منابع کمی هستند که به ویژه برای ما در سازمان عفو بین‌المللی حقیقی بودن آن روشن نیست. پس اگر اطلاعاتی خارج نمیشوند اکثرا مقصر سازمان های حقوق بشر جهانی هستند که آنها را افشا نمیکنند. ما در سازمان عفو واقعا کوشش کرده ایم، به ویژه هنگامی که خبری شنیده ایم مثل مورد هزاران اعدام که اخیراً در ایران انجام شد. ما به یک انتشارات وسیع در سراسر جهان دست دادیم و به اغلب وسایل ارتباط جمعی خبر دادیم و خبرش در روزنامه های زیادی هم منتشر شد. در این حال من فکر میکنم که این یک حساسیت بین المللی هم هست در مقابله با تفاوت‌های مذهبی و فرهنگی به ویژه در غرب که مردم فکر میکنند اگر در موردی در مقابله یک کشور جبهه بگیرند متقابلا میتوانند از نظر فرهنگی مورد حمله قرار بگیرند. تصور میکنم همین باعث میشود که از مردم از درگیری با یک سیستمی که نمیشناسند خودداری میکنند. ما گزارش‌های مختلفی از سازمان عفو بین‌المللی درباره ایران خوانده‌ایم. در آگاه کردن دولت ایران و پاسخ گرفتن از آنها تا چه حد موفق بوده‌اید؟ خب، این مشکل است. ما تا امروز هیچ گونه پاسخ رسمی دریافت نکرده‌ایم و اجازه رفتن به داخل ایران را هم نیافتیم. ولی همین چند لحظه پیش از یک آقای ایرانی شنیدم در پاسخ یکی از اوراق امداد فوری که ما منتشر می‌کنیم پاسخی از یکی از مسئولان دولت شنیده و منتشر شده است که آن سه نفری که ما اسامیشان را به عنوان محکومین به اعدام منتشر کردیم اصلا وجود خارجی ندارند، در حالی که دوست او هر سه این زن را می‌شناسد. چنین واکنش‌هایی داشتیم ولی نه پاسخ رسمی اصلا. چه انتظاری از جامعه ایرانیان خارج از کشور دارید تا بتوانیم سازمان عفو بین‌المللی را کمک کنیم؟ راه‌های مختلفی وجود دارد.
که تبعید شدگان و یا مهاجران یک کشور می توانند به ما کمک کنند. اول باید اخبار را به ما بدهند. اگر شنیدید اتفاقی در ایران افتاده است، با ما تماس بگیرید و ما کوشش می کنیم خبر را به لندن مقر اصلی سازمان برسانیم. ما نمی توانیم تضمین کنیم که سازمان می تواند با آن مورد خاص رسیدگی کند، ولی آن را در مسیر اصلی می اندازیم. چون تا ما از رویدادی با خبر نشویم، نمی توانیم مستقیما وارد عمل شویم. راه دیگر این است که موضوع را گرم و زنده نگاه دارید و آن را به گوش افراد جامعه خودتان برسانید و همچنین به مردم جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید. به روزنامه‌ها نامه بنویسید، مرتب جلسات سخنرانی و سمینارهای چنین بگذارید و تا آنجا که می‌توانید مردم را در جریان قرار دهید. آن هم در مورد مسائلی که خودتان بهتر در جریانش هستید و آنها قطعاً هیچ در موردش نمی‌دانند. آیا شماره تلفن یا نشانی هست که به ما بدهید؟ ما خوشحال می‌شویم که هر کس خبری دارد به ما بدهد. شماره تلفن دفتر سازمان عفو بین‌المللی 213-388-1237 است. بله، اگر از موارد نقض حقوق بشر با خبرید، به ما تلفن کنید و ما کوشش می‌کنیم آن را به لندن اطلاع دهیم. متشکرم از لطفتون.